سلام، سفگیل فلاور هستم. میخوام بهتون آموزش استوری بدم. یادتون نره اول از همه سابسکرایب کنید، یعنی مثل همون فالوم کنید. بعد اون تیکه زنگوله رو بزنید حتما، برام کامنت بذارید، ممنون میشم. خب بریم که داشته باشیم. اول از همه میخوام، یعنی این دفعه میخوام بهتون فوکو دیزاین رو معرفی کنم، به خاطر اینکه واقعا از بین بهتون بگم شاید 30 تا اپلیکیشن استوری واقعا جز کامل ترین ها اینستاگرام هایلایتر داره. بلا 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 تا پایین اصلا بیاین دیوونه میشین واقعا، هر چیزی که فکر کنین لوگو داره. خب حالا ما میریم تو قسمت هایلایت ها. ببینید هایلایت ها تو قسمت هات کلا چیزایی که خب مثلا جدید و اینا کاملو میذاره، حالا واسه فستیوال داره خیلی بانمکه. تکس داره، مثلا هایلایت های تکس داشته باشه، نوشته های تکس. قسمت آرت داره که واقعا اینا خیلی بانمکن. این خیلی جذابه به خاطر اینکه خیلی الان رفتن تو این کار، خوششون راحت کردن و با رنگ ها هایلایتشون رو اوکی کردن. میبینید که قسمت های رنگی هایلایت داره، شما حالا میتونید از دو تا قسمتش استفاده بکنید هایلایتتون رو. ببینید سمت چپم دارم یه خلاصه ای نشون میدم، میتونید تو این قسمت بزنید پریویو بشه و ببینید که اصلا هایلایتتون میتونه چه جوری قرار بگیره، یعنی نمونهشو سمپلشو ببینید. رو هر کدوم کلیک کنید اونو قسمت سیو میزنید، سیو میشه و تو دیگه عکساتون میره و میتونید بعدم برین. حالا آخرش بهتون توضیح میدم. ببینید همه چی داره، عکس داره، شاپ داره، تراول داره. حالا اینا رو همه رو بهتون یعنی عکسی نشون میدم و شما میتونید که از هر کدوم که میخواین استفاده کنید. خیلی چیز جذابی داره، واقعا لذت میبرید. حتما حتما تا پایان فیلم تماشا کنید، چون خیلی چیزای دیگه هم هست که تو آموزش باید برید. فعلا تست کنم مثلا، این ببینید الان مثلا کل این فانیا رو باز میکنید و میبینید که چجوری قراره تو پستتون بیاد. حالا من یکیشو باز میکنم که ببینیم که چجوری میتونید مثلا اینو عوض کنید. ببینید شما رو هر کدوم از اون آیتم های تکست بزنید میتونید اصلا عوضشون کنید. حالا مثلا من میزنم سفگیل، حالا پایینش هم میتونید تغییر بدید. ببینید از رنگ گرفته تغییر میکنه، شما استایلش رو میتونید عوض بکنید، فونتش رو میتونید جابجا بکنید. همه این کار رو میتونید انجام بدید که اصلا مختص خودتون بشه. حتی فکر میکنم که میتونید رنگ بک رو هم عوض بکنید. حالا رنگ تکست رو عوض کردم، بزرگ کوچیکم میتونید بکنید، بولدش کنید. حالا یه ذره جابجا میکنیم و اینکه حالا من سیف رو میزنم، البته الان بک رو میزنم که رنگش هم بهتون نشون بدم. حالا کلیک میکنید رو بکش، حالا میتونید هر رنگی بخواید یا اون اولی رو بزنید، کالر خودتون مخصوص خودتون رنگ رو بدید. و اینکه یکی از هایلایت ها رو میزنم، اون سه نقطه پایین سمت راست رو میزنم، ادیت هایلایت رو انتخاب میکنم، ادیت کاور رو میزنم و حالا این دکمه سمت چپ که اکثر رو میزنم، حالا اون هایلایت ها رو به روشی که میخوام میذارم. حالا من که الان انتخاب نمی کنم که عوض شه، اما میخوام به شما بگم که انتخابم کردید، رو گزینه داون میزنید و تمام. خب حالا تمپلیت. خب ببینید هر چیزی که بگین تو گزینه‌هاش داره، یعنی اصلا شما میتونید فقط قسمت ویدیو رو انتخاب کنید، میتونید قسمت پست رو انتخاب بکنید، خیلی 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 گزینه‌ها داره. من حالا میخوام قسمت ویدیو که اون اولش بهتون توضیح دادم بهتون نشون بدم. ببینید خیلی جذابه، حالا آخر ویدیو هم حتما ببینید. یه نمونه‌ای واسهتون گذاشتم حالا مختصر مفید، یعنی میتونید استوریاتون رو راجع به کووید بذارین، میتونید کات اوت ها رو بذارید. کات اوت هم که منظورش از اینه که مثال شما یه عکسیتون رو انتخاب میکنید، حالا اونم تو پست‌های دیگه بهتون توضیح میدم که چجوری میتونید عکس رو انتخاب بکنید. ببینید بچه‌ها همه اینا رو من با گوشی بهتون یاد میدم، به خاطر اینکه الان نزدیک به فکر میکنم 80-90% آدم ها همه کارشون رو با گوشیشون میکنن و من خیلی ناراحت بودم که وقتش اصلا نداشتم که حتی بیام بهتون توضیح بدم، اینا رو آموزش بدم. و واقعا خیلی سخت بود که من حتی این یه دونه رو بخوام براتون ضبط بکنم توضیح بدم. امیدوارم که حداقل شما منو حمایت بکنید تا بتونم که ویدیوهای بیشتری واسه تون، آموزش های درست حسابی تری. ببینید خیلی ها حتی
تو آموزشاشون کامل چیزی رو نمیان با آدم توضیح. خب حالا از این بحث خارج میشیم. من فکر میکنم که یک نمونه براتون ویدیو رو درست بکنم و قسمت اول توضیح دادم. رو هر کدوم که بزنید ادیتو بزنید میان رو اون عکس. ببینید الان هم نوشته داره هم عکس داره. رو قسمت اون عکس مثلا یک کلیک کنید میتونید عکس انتخاب بکنید. حالا بسته به هر چیزی که واقعا شما میخواین. حالا من مثلی این عکس رو انتخاب میکنم و اینکه حالا شما میتونید خیلی کارا بکنید، میتونید زوم کنید، کوچیکش کنید، بزرگش کنید. حالا من این کار نمیکنم. شما میتونید یه نوشتم انتخاب بکنید. حالا من سیف گیل فلاور رو انتخاب کردم و میتونید موزیکتون هم انتخاب بکنید. حالا من چون روش صحبت کردم دیگه موزیک رو قطع کردم. شما میتونید رو موزیک برید، رو فشن برید، رو هر استایل دیگه که میخواین برید و موزیک انتخاب بکنید و با موزیک پخش بشه. خوبی این اپ اینه که واقعا 60% فریه. فکر میکنم که الان صداشم پخش بشه. ببینید اینا رو همه رو میتونید شما تغییر بدید موزیکاشو. حالا من اینو فکر میکنم که کافی باشه، سیوش میکنم و تمام و به این صورت در میاد. امیدوارم که واقعا از آموزش لذت برده باشید. حالا حتما حتما تا آخر ببینید تا بهتون نمونه های دیگر رو که حالا مجانی بود و یه چیز تون تون درست کردم ببینید. خب اول از همه بهتون بگم که من اصلا تو فاز آموزش نیستم و نبودم و فقط میگم قصدم از اینه که واقعا تو ایران خیلی بتونن پیشرفت بکنن، در واقع همه تون بتونید پیشرفت بکنید، پیجاتون رو گسترش بدید، استوریای خیلی قشنگی بذارید. واقعا خیلی خوشحال میشم که بتونید که یه پیج خیلی درست حسابی با همه امکانات کامل و به روز بریم جلو. و متاسفانه من اصلا نمیبینم راجع به ایرانی این کارو، یعنی همه نه خیلی این که خیلی جذاب این استوری. حتما این استوری بذارید، من حتما تگ کنید، خیلی خوشحال میشم، خیلی جذابه واقعا. خب بچه ها نمیخوام زیاد سرتون رو درد بیارم، حتما تو آموزش های بعدی بهتون یاد میدم که چطوری رنگ درست بکنید. چون خیلی هاتون واقعا میومدین از عکاسا گرفته تا بلاگرا میومدن از من سوال میپرسیدن که چجوری این کار میکنین و خدا رو شکر خیلی تونستم کمک بکنم تو روند پیجه واقعا تو ایران که کسی که کار میکنن، چه اون کسی که واقعا از لحاظ کاری ضعیف بودن، چه اونه که خوب بودن. خیلی دوست دارم که بتونم خیلی زیاد کمکتون کنم و اینکه بتونید باعث پیشرفتتون باشم. هر سوالی دارین لطفاً داخل همینجا کامنت بذارین یا تو پیج اینستام بیاین برام دایرکت بزنید. خلاصه اینکه برای پستای بعدی که میخوام بذارم حتما بگید که راجع به چه چیزایی توضیح بدم بهتون و اینکه خوشحال میشم بتونم کمکتون کنم. Thank you.